سرخط خبرها. درگیری خودی میان گروه طالبان در ولایت کاپیسا. برگزاری نشست جبهه مقاومت در دوشنبه تاجیکستان. خودکشی یک زن در ولایت هرات. و استرالیا میگوید به اوکراین کمک نظامی فراهم میکنیم. به خبرهای 8 صبح از کانال زنگوله خوش آمدید. امروز سه‌شنبه 14 سرطان برابر است با 5 جولای سال 2022 میلادی. مشروح خبرها. درگیری خودی میان گروه طالبان در ولایت کاپیسا. منابع محلی در ولایت کاپیسا از درگیری خودی طالبان در این ولایت خبر می‌دهند. بر اساس معلومات منابع، این درگیری از روز گذشته در ولسوالی حصه اول کاپیسا رخ داده است. با گفته منابع، طالبان هلمندی پشتون تبار با آمر جنایی این گروه برای ولسوالی حصه اول کوهستان ولایت کاپیسا درگیر شدند. منابع می‌افزایند که در پی این درگیری، در حالی که آمر جنایی طالبان برای ولسوالی حصه اول زخمی شده بود، اما طالبان هلمندی او را با صورتش روی زمین کشیدند. طالبان محلی کاپیسا واقع درگیری خودی را می‌پذیرند، اما زخمی شدن و بازداشت شدن آمر جنایی این گروه را رد کردند. مولوی عبدالمتین سعید، فرمانده پلیس طالبان در ولسوالی حصه اول کوهستان، در صحبت با رسانه‌ها گفته است که درگیری در اثر یک کشمکش کوچک صورت گرفته است. برگزاری نشست جبهه مقاومت در دوشنبه تاجیکستان. منابع به روزنامه صبح کابل تایید می‌کنند که قرار است جبهه مقاومت ملی بر رهبری احمد مسعود یک نشست را با حضور نمایندگان سیاسی افغانستان در دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار کند. هرچند تا هنوز تاریخ دقیق برگزاری این نشست مشخص نشده، اما یک منبع می‌گوید که در این نشست نمایندگان همه گروه‌های سیاسی و قومی به شمول طالبان دعوت خواهند شد. منبع می‌افزاید که هدف از برگزاری این نشست پیدا کردن یک راه حل اساسی از بحران کنونی و صحبت در مورد ایجاد یک حکومت فراگیر در افغانستان است. گفته می‌شود که آمادگی‌ها برای برگزاری این نشست را کمیته فنی جبهه مقاومت ملی به عهده دارد و آنها در حال تهیه فهرست شرکت کنندگان هستند. منبع همچنان میگوید که به احتمال زیاد در نشست پیشرو 50 تا 100 نفر حضور خواهند داشت که در آن نمایندگان همه اقوام و زنان حضور خواهند داشت. با این حال گفته می شود که تصمیم برای برگزاری این نشست از سوی جبهه مقاومت ملی پس از سفر رئیس جمهور روسیه به تاجیکستان گرفته شده است. خودکشی یک زن در ولایت هرات. پلیس طالبان در هرات از خودکشی یک زن در مرکز این ولایت خبر داده است. این چهارمین مورد خودکشی زنان در 24 ساعت اخیر است. محمود شاه رسولی، سخنگوی فرماندهی امنیه طالبان در هرات، میگوید که این زن صبح روز گذشته در ناحیه نهم شهر هرات خودش را حلق‌آویز کرده است. با گفته رسولی، در پیوند به خودکشی این زن شوهر او بازداشت شده است. وی تصمیم می‌کند که تاکنون انگیزه خودکشی این زن روشن نشده است. پیش از این 3 مورد خودکشی از ولایت‌های تخار، اورزگان و دایکندی گزارش شده بود. اخیراً موارد خودکشی دختران و زنان در کشور افزایش یافته است. خشونت خانوادگی و ازدواج‌های اجباری از عوامل عمده خودکشی زنان در کشور عنوان می‌شود. شکنجه زندانیان زابل توسط طالبان. یک منبع محلی در ولایت زابل میگوید که در زندان مرکزی این ولایت طالبان با کسانی که به اتهام جرایم جنایی بازداشت شده‌اند خشونت می‌کنند. بر اساس معلومات این منبع، در جریان وقت نظارت و انجام تحقیقات و متهمان آب و نان دادن نمی‌شود و همچنان آنان به گونه شدید شکنجه می‌شوند. از سوی دیگر، برخی از زندانیان محبس مرکزی ولایت زابل نیز میگویند که طالبان در جریان بازداشت آنها را شکنجه کردند و با آنان رفتار خشونتبار داشتند.
با گفته این زندانیان، طالبان برای آنان آب آلوده و غذای باقی مانده را میدهند و ضروریات اولیه آنان تامین نمی‌شود. ده ها تن که از سوی طالبان به اتهامات گوناگون از بخش‌های مختلف زابل بازداشت شده‌اند در زندان مرکزی این ولایت نگهداری می‌شوند و هنوز به دوسیه‌های بخش زیادی از آنان رسیدگی نشده است. مقامات طالبان استعفای مولوی قدرت الله والی پنجشیر را نپذیرفتند. منابعی در ولایت پنجشیر میگویند که استعفای مولوی قدرت الله والی این ولایت از سوی رهبری طالبان پذیرفته نشده است. یک باشنده پنجشیر بر رسانه ها میگوید که مولوی قدرت الله به دلیل نقض توافقنامه ای که اخیراً میان طالبان و باشندگان پنجشیر صورت گرفته بود خواستار استعفا شده است. با این حال باشندگان پنجشیر میگویند که رهبری طالبان استعفای مولوی قدرت الله را نپذیرفته و گفته است که توافقنامه میان دو طرف پس از این جدی گرفته خواهد شد. این در حال است که اخیراً یک توافقنامه 12 ماده‌ای میان طالبان و باشندگان پنجشیر به امضا رسیده که بر اساس آن مردم این ولایت مکلف هستند تا از هر نوع همکاری با جبهه مقاومت ملی، دادن غذا، سرپناه و معلومات به آنها خودداری کنند. در مقابل طالبان نیز تعهد کردند که در صورت عملی شدن این توافقنامه منازل مسکونی، مساجد، مکاتب و درمانگاه ها را که به عنوان قرارگاه نظامی استفاده می کردند را ترک کنند. با جستجوی خانه به خانه پایان دهند و روند بازرسی تلفن های شخصی مردم را متوقف کنند. لطوکوب دو باشنده ولایت بامیان توسط نیروهای طالبان در یک نوار ویدیویی که در اختیار رسانه ها قرار گرفته، دو غیر نظامی که خودشان را محمد تقی و احسان الله باشندگان روستای لورنج ولسوالی کوهمرد بامیان معرفی می کنند، می گویند که از سوی جبار و علاودین از افراد قاری فرید یکی از فرماندهان طالبان در این ولسوالی لتوکوب شده. در نوار ویدیویی دیده می شود که محمد تقی و احسان الله به صورت تکان دهنده مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. محمد تقی و احسان الله می گویند که سابقه کار در حکومت پیشین را ندارند. با گفته این افراد، قاری فرید و افرادش نخست آنان را بازداشت کردند و سپس از آنها صلاح خواستند. اما هنگامی که محمد تقی و احسان الله می گویند اسلحه ندارند، قاری فرید و افرادش دستور می دهد که این دو فرد را شکنجه کنند. این دو غیر نظامی در پی شکنجه و ضرب و شتم بسیار مجبور می شوند از بازار سیاه سلاح خریداری کرده و به قاری فرید بدهند. یک جنگجوی طالب در دریای پنجشیر غرق شد. باشندگان پنجشیر می گویند که یک جنگجوی طالبان در دریای پنجشیر غرق شده و جان باخته است. بر اساس معلومات منابع این رویداد روز دوشنبه 13 سرطان در ولسوالی انابر رخ داده است. با گفته منابع این جنگجوی طالبان که میخواست در منطقه پل فراج ولسوالی انابه پنجشیر را بازی کند، آب او را با خود برده و جسدش امروز از منطقه زمانکور پیدا شده است. مسئولان محلی طالبان در پنجشیر تاکنون در این مورد ابراز نظری نکردند. پیش از این نیز 3 نیروی طالبان در دریای پنجشیر غرق شده و جان باخته بودند. دریای پنجشیر یکی از دریاهای بزرگ کشور است که گاه گاه رویدادهای مشابه در آن به وقوع می پیوندد. جسد یک مرد در مرز افغانستان و ترکمنستان پیدا شد. جسد یک مرد از دشت توپخانه ولسوالی قرغان این ولایت در نزدیکی افغانستان و ترکمنستان روز دوشنبه 13 سرطان پیدا شده است. یک منبع محلی به روزنامه 8 صبح می گوید که طالبان جسد این مرد را که هنوز هویتش مشخص نیست در نزدیکی مرز ترکمنستان و ولایت فاریاب افغانستان پیدا کردند. با گفته منبع، این جسد از زیر آوار و ریک‌ها بیرون کشیده شده و هیچ نشانی برای تشخیص هویتش پیدا نشده است. و خبر اخیر این که استرالیا میگوید به اوکراین کمک نظامی فراهم میکنیم. در حالی که نیروهای اوکراینی پس از نبردهای نفسگیر از سنگرهایشان در شهر لیسیچانسک در شرق این کشور عقب نشینی میکنند و نیروهای روسی کنترل آن را به دست گرفتند، نخست وزیر جدید استرالیا به کیف سفر کرده است.
رسانه‌های بین المللی گزارش دادند که آنتونی آلبانیز نخست وزیر جدید استرالیا روز یکشنبه 3 جولای در دیدار با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین وعده کمک‌های بیشتر نظامی به این کشور را داده است. آلبانیز همچنان در کنار وعده کمک‌های نظامی به اوکراین از اعمال تحریم‌های بیشتر علیه روسیه سخن گفته است. نخست وزیر استرالیا در نخستین سفر خود به اوکراین از ساحات جنگ زده بوچا، کومه‌های کیف و هاستومل دیدن کرده است. از زمان آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین بیشتر کشورهای غربی همسویی و حمایتشان را از اوکراین اعلام کرده‌اند.